به درس هشتم دیالوگ دموکراتیک خوش آمدید در درس قبلی راجع به روشن کردن دیدگاه ها باز کردن اون پیشفرز های نهفته منجمد که انتاف ناپذیر میکنه افکار رو فهم دیگری رو مشکل میکنه به اونها پرداختیم بعد از موفقیت در مرحله اول کار مرحله دوم دیالوگ دموکراتیک بازسازی غنیسازی دیدگاه ها و ایجاد بستری برای تفاهم بیشتر هست اینجا باز با همون ترتیب قبلی اول از وظایف تحصیل کنندگان صحبت میکنیم و چالش هایی که با شروع برو میشن و بعد چاره هایی که وجود داره برای روبرو شدن و با اون چالش ها اولین کاری که تسهیل کنندگان دیالوگ در این مرحله باید انجام بدن کشف و توضیح نقاط مشترک دیدگاه ها هست حال همه این دیدگاه, دیدگاه, ها به همون عینیات به همون واقعیات نگاه میکنن و بنابراین باید نقاط مشترکی داشته باشن کشف این نقاط مشترک نقطه آغاز خوبی میشه برای نزدیک کردن افکار بعد پرداختن به اختلافات به طوری که در عالم خیال و یا بحث های دور از اینیات فلسفی و اینا گیر نکنون اختلاف نظر زمینیش بکنن بگن معنیش برای زندگی امروز برای عملکرد فردا چی هست تدقیق بیشتر برای اینکه اینجوری بهتر میشه باش روبرو شد کار سوم جمع کردن این دیدگاه هاست در یه تعریف کلی اینی که خب دیدگاه های مختلف وجود دارن ولی از یه نقطه میشه به همه این دیدگاه ها نگاه کرد که متوجه همشون باشه هیچ کدوم رو هست نکرده باشه ولی به عنوان یه واقعیت قبول کرده باشه که این اختلاف نظرها وجود داره مثل انتگرال گرفتن هست توی ریاضیات جمع کردن زوایای مختلفه بعد انتقال دید تک تک این راجع به این دیدگاه ها به اون نقطه نظر جامع که همه رو در بر, در بر میگیره کار نسبتا مشکلیه ولی تحصیل کنندگان حرفه‌ای دیالوگ مهارتشون واقعا در همین هست که نقطه نظر چند نفر رو منتقل بکنن به این دید جامعه و در برگیرنده همه از تو و من به ما برسیم همه ما چطور میتونیم به این مسئله نگاه بکنیم قدری هم لازم میشه که از ساده انگاری که دیدگاه‌های های منظوی معمولا دارن کار خودشون راحت کردن یه دید ساده یه تفسیر ساده از واقعیت دارن به یه درک مرکب برسن و قبول پیچیدگی که لازمه این هست که اون دید ما اون دیده به همه دیدگاه ها بشه اینا وظایف تسلیل کنندگان ولی چه چالش هایی وجود داره در عمل با چی رو برو میشیم توانایی افراد به خصوص که تجربی ندارن با دیالوگ دموکراتیک و بیشتر توی عالم و همفکران خودشون زیستن تفکیک محتوای صحبت ها اینیاتی که باش روبرو هستیم از اون تفسیرهای مزمن فردی هست که درش قفل شدن منتقل کردن توجه به مکانیزم درونی تفسیر یعنی واقف کردن هر فرد به اینی که چه مکانیزم های داخل تو باعث شده که به این تفسیر برسی هایدگر با سه دیدی که هر فردی راجع به دنیا داره یکی اینی که یه دید عادی واقعیت رو همینطوری هستن میبینه یکی اینی که راجع به علائق خودش از خوشش میاد چی بدش میاد رابطه که رابطه احساسی که با هر چی داره از اون دید نگاه میکنه به هر چیزی و بعد دیده سوم دورسیشتی کایت بهش میگه اون دیدی که فرد از درون خودش نگام خودش رو هم تفسیر میکنه رسیدن به این دیدگاه سوم به قول های دیگه که تصویر کننده فرد رو وابداره به اینی که مکانیزم های درونی خودش رو به روشنی ببینه که چه بلایی دارن به سر یه دیده ساده و عینی میارن چه جوری بازسازیش میکنن به طوری که ان پذیر میکنه ناپذیر میکنه دیدش رو چالش سوم اینه که باز تو عقب نشینی میکنن وسط صحبت و به جای متمرکز کردن کار روی فهم مرکب برمیگرده به اصرار روی مطالبات خودش و راحل های از پیش ساخته که باش عادت کرده یه قدری ناراضی بشه ناراحت بشه با محیط دیالوگ برمیگرده به اون مطالبات سابقش چون تکیگاه ساده تر و مطمئن تری هست براش بازگشت به مسائل تاریخی این از چالش های مهمه باز دو به شروع کنن بازگو کردن و به حقوق کشته شده در تاریخ بعضی هم برعکس میرن فقط در یه دنیای ایدئال آینده که مشکل هیچ رفتی به امروز و مشکلات امروز نداشته باشه خلاصه دور شدن از اینجا به حالا جایی که مسائل حل بشه بردن مسئله به جایی که دسترسی بهش آم یا آم با یک نگاه کردن با یک نگاه دیدن همه مسائل غیر ممکن میشه برای اینکه راجع به مسائل گذشته دور و آینده ایدئال صحبت میکنن آم چالش دیگه آم تعدیل کردن این موازه جبران ها که این حد که حقوق از من شده در سابق این باید هر راحلی در آینده داریم جبران بکنه اینها رو و اونایی که فقط تمرکز و فکرشون روی ایدئال های سیستم آینده است و این گذشته رو کاملا کنار میذاره من که یه جای این دو طرز فکر رو باید تصویل کننده و هم دیگه نزدیک بکنه وقتی که دور میشن کارش خیلی مشکل تر میشه لغزش در تعریف ها به تعریف های مشکل ها به طوری که هدایت به سوی راه حل های ممکن مشکل میشه مصر میشن روی راه حل های اجولانه ولی بی سمر و بعد با وجود این که گفتیم وقتی که مسائل روشن تر شد باید یه دید مرکب داشت که پیچیده تر هست سقوط زودرس در پیچیدگی ها ممکنه گیج کننده باشه و مانع این بشه که گام به گام مسائل روشنتر بشه برای اینکه یه دید مشترک و یه منطق جمعی بشه باش روبرو شد تقریبا تمام دیالوگ ها امثالی از این چالش ها ظاهر میشه در این مرحله دوم مشکلاتی است که تسهیل کننده باید باش روبرو بشه یک کارایی که تصویر کنندگان دیالوگ انجام میدن برای اینی که از تکیه و تمرکز روی مسائل خاص یه قدری دید رو وسعت ببخشند شروع کنه تشبیه کردن کل فرایند دیالوگ به یه سفری سفری که یه ادهی گردشگر در یه اتوبوسی نشستن و دارن میرن به جایی که با اونجا آشنایی کامل ندارن نمیدونن چی هست ولی کنجکاوی کافی دارن برای اینکه تمایل کافی دارن برای اینکه بشناسن این جای جدید رو در حال که هر کدوم با دیدگاه های خودش با علاقه خاص خودش الزامن متضاد وارد این میشن ولی تو یه اتوبوس هستن و یه سفر مشترک رو دارن در ارتباط با موضوع دیالوگ تحصیل کنندگان سعی می کنند که یه مبدع حرکت مشترک بسازن برای شرکت کنندگان اینی که الان کجا هستیم و به چه دلیل می خواهیم این سفر رو از این نقطه آغاز بکنیم و چه امیدهایی داریم برای اینکه که چی دستگیرمون بشه تو این سفر سوالهایی رو مطرح میکنن که به کشف پیشفرزهای متضاد در تفسیرها کمک بکنه باز امثال زیادی داریم در جدول ابزار دیالوگ دموکراتیک که در اول درس بعدی بهش خواهیم پرداخت کلاسه میکنیم که انواع مختلف سوال و جواب هایی که میشه برای کشف تضاد پیشفرز چی هست بعد سوال هایی که کمک میکنه به بازنگری نسبت به این پیش ها که خیلی خداگاه نبوده خود فرد شرکت کننده اینقدر توجه نکرده تصریح نکرده که این پیش هایی که این دید خاص و این تفسیر خاص رو ساخته چرا اصلا به وجود اومده ریشاش چی بوده ریشه تاریخیش چی بوده چرا متضاد هست با پیش فرد دیگری چه تجربیات چه منابعی چه افرادی با اثرگذاری خودشون چه مکاتبی به شکل گرفتن این پیش فرس ها کمک کرده وقتی که سعی میکنین این تفسیر خودتون رو توجیح بکنید به کدوم داده ها تکیه دارید کدوم داده ها رو که در آدم اینی وجود داره و نمی منکرش بشین در تکیه های خودتون اتفاقا هنصف کردید برای اینی که خطری داشته برای مقبولیت موضعی که گرفتید موضعتون رو ممکنه در مقابل چالشی قرار بده چه زبان چه مفاهیمی رو به کار میبرید برای تحکیم مواضع خودتون که با یه زبان دیگر با یه بیان دیگر با یه مفاهیم دیگر تفاوت داره چرا الزاما این زبان و این مفاهیم درست است در مقایسه با زبان و مفاهیمی که دیگری به کار میبره چه زبان و مفاهیمی رو میتونیم پیدا بکنید که مواضع فرد دیگری رو که در مقابل مواضع شما قرار میگیره توجیه بکنید فرق این زبان ها و مفاهیم چی هست با هم سعی کنند اه، اه، بخواهند که هر فردی داستان خودش رو راجع به جهان در ارتباط با این موضوع دیالوگ جهان بینیش تعریف بکنه این داستان قائم به چه رویدادهایی چه تجربیاتی هست که فرق داره با داستان کس دیگری هر دو دارن داستان یه جهان یه واقعیاتی رو میکنن ولی با هم دیگه این داستان ها کاملا روایات مختلفی هست چه پیش فرض های متضادی نهفته در این روایات مختلف چه افراد یا نیروهایی در ساختن این داستان مؤثر بودن شما ازشون الهام گرفتید میتونی برگردید به تجربیاتی به خاطراتی که بگین که اونجا بود که یه اثر ماهوی گذاشت روی داستانی که من دارم نقل میکنم چه آلترناتیف هایی به این داستانی که شما دارید میگید وجود داره چه داستان دیگری راجع به همون جهان و همون واقعیت میشه گفت به فکر انداختن که راجع به آلترناتیف ها به داستان خودش فرد نگاه بکنه حالا اگر اون واقعیاتی رو که ذکر نمی کنید برای اینکه چالشی هست به مقبولیت داستانی که در این ذکر می کنید اگر اون داستان ها رو برگردانیم این داستان شما چجوری عوض میشه چه تعبولی درش پیش میاد یه دفعه چند تا فاکت جدید که نمیخواستید راجع به صحبت بکنید رو یا به هر عمدن یا صحبن نکردید اگه وارد داستان بکنیم این داستان چجوری عوض میشه برای اینکه که سرطایش هم بخوره کدوم افراد هستن که نمیتونن با شما هم داستان بشن به چه علتی اختلافات کلیدی در پیشفرزا در اثرهایی که گذاشته شده رو ذهنشون چیا هست که نمیتونن با شما هم داستان بشن اه... کدام داستان رو میشه مستقل از تجربیات خاص شما قبول کرد و باور کرد کدوم داستان رو اصلا نمیشه باور کرد حتی اگر تمام پیشفرز ها و عوامل مؤثر در داستان شما رو هم ام... کنار بگذاریم یعنی راجع به تضادهای جزئی و تضادهای کلی اینها رو طبق بندی بکنیم بین داستانها اگر نمیشه اون داستان رو قبول بکنی کدوم یکی از پیش فرض های شما هست پیش فرض های که شما نمیتونید کنار بگذارید که لایتغیر هستن در دید شما مانع میشه که داستان را اون طرف رو قبول کنید باور کنید خب این،, این, پیش فرسا در عالم او چگونه هست شما اینا رو به عنوان یه واقعیات لایتغیر جهانی قبول کردید او یه داستانی میگه در تصاد بنیادینه با این پس چه مشکلی وجود داره آیا او واقعا خارج از این دنیا زندگی میکنه یا این که یه عیب اساسی وجود داره در برداشت ها که شما این ساکتا یا داده های لایت غیر رو که در تضاد و بنیادین با او هست رو قبول کردید چه کار میشه کرد؟ آیا هیچ کاری هست که میشه کرد؟ برای که همه به یه داستان مشترک برسیم؟ اه خب، مسلما یه جاهایی از داستان میتونه مشترک باشه یه جاهایی نمیتونه مشترک باشه بیایم ببینیم که کجاها اینا هستن که میشه به هم وصل کرد که یه داستان مقبول همه از واقعیات از جهان در ارتباط با موضوع دیالوگ پیدا بکنیم باز تمام این کارها تمام بار رو ور نمیداره و بخشی از مشکل باقی میمونه تکنیک های دیگری هست که با اون تضادهای سخت روبرو بشن بیشتر برای این هست که در یه داده های خاص محیط فرهنگی و تجربیات تاریخی کسی قرار گرفته و نمیتونه از اونا خارج بشه برای که جهان وسیع تر رو جهانی رو که از یه دیدگاه دیگر مشروط هست رو ببینه یک تاکتیک هست پس ما آنالیز Uh, میپرسند از uh, یه فردی که خب همین داستانی رو راجع به همین موضوعی که ذکر کردی آیا فکر میکنی پنج سال دیگه همینطور خواهد بود ده سال دیگه هم اگه تو بودی نشسته بودی نگاه میکردی به دنیا همین تفسیر رو داشتی یه نسل دیگر چی یه قرن پیش چی یه جای دیگر چی سعی بکنه تسهیل کننده که زندانی کردن این فرد در یه سری پیش فرض ها رو ازش رها بشه و یه جوری نقطه دید این فرد رو منتقل بکنه به یه جای دیگری به یه زمان دیگری راه دیگری هست تاکتیک دیگری هست به اسم تاکتیک گل مینا یک کلوم اینا رو در نظر بگیرید که هشت گلبرگ داره و هر کدوم از این گلبرگ ها نماینده یک جنبه از شخصیت شرکت کننده داره شرکت کننده ممکنه یه لحظه در دیالوگ به عنوان عضو حزب صحبت بکنه روی کردش مرتبط با با سیاست های حزبش هست یک لحظه ممکنه به عنوان طالب یک حق پایمال شده وارد بشه یه لحظه ممکنه با یه هویت اتنیکی وارد بشه مسئلهش مسئله اون هویت اتنیکی هست یه لحظه ممکنه به عنوان یه محروم اقتصادی اجتماعی وارد بحث بشه اون جنبه برجسته شخصیتش در اون نقطه از بحث این باشه یه لحظه ممکنه به عنوان یه اقلیت دینی یا باوری اون باورش باشه اون دینش باشه که برجسته میشه در اون نقطه از بحث یه وقتی ممکنه هویت جنسیتیش باشه به عنوان یه زن وارد بحث میشه یا به عنوان یه مرد وارد بحث میشه ممکنه به عنوان یه رهبر یا یه نماینده که دائم توجهش معطوف اون رابطه ای هست که با پیروان خودش داره یا با آراء خودش داره صحبت میکنه و یا ممکنه در بعضی از مسائل به عنوان یه پدر یا یه مادر وارد بحث بشه خب تفکیک کردن اینها کمک میکنه به حل شدن اون انعطاف ناپذیری که با سماجت درش ممکنه قفل بکنه و نذاره که گام به پیش بذاره من که خودش ببینه که چه جنبه های مختلفی او داره پس دیگران هم میتونن جنبه های مختلفی داشته باشه شخصیتشون و از این رو موزگیری که روش پافشاری میکنن تاکتیک دیگری که به کار میره بهش میگن نردبان استنتاج در اینجا تحصیل کننده سعی میکنه گام به گام مراحل شکلگیری یک استنتاج یا پایه یک عمل سیاسی فرد رو باش را بیاد شروع کنه از نزدیکترین نقطه به زمین و عینیات داده های عینی ذهنش رو متوجه این بکنه که کاوش بکنه خودش از خودش سوال بکنه با چه داده های عینی شروع کردم این استنتاج رو چه انتخاب هایی رو کردم که کدوم داده ها رو دیده بگیرم و کدوم داده ها رو نادیده بگیرم و چرا <صفح> چگونه معناهای خاصی بخشیدم به این داده ها که از درون وجود خودم و تجربیات قبلی خودم در میاد در ارتباط مستقیم و الزامن جزئی از اون داده های اینی نیست چه پیش هایی وارد این انتخاب خاص خودم از داده های اینی مؤثر بوده چه پیش فرضای این معنا رو ترکیب کرده با این داده های اینی اه، اه، تا من به این استنتاج برسم اه، و اه، آیا این تنها استنتاج ممکن بود و اگر نبود چطور میتونم به صورت استوار با اعتماد کافی عمل کنم بر مبنای این استنتاج اگر استنتاج های آلترناتیوی ممکنه همونقدر حقیقت داشته باشه یا دلیل برای حقیقت داشتنش وجود داشته باشه تا استنتاج خودم در این و خلال این تحلیل موجب میشه که شرکت کننده در دیالوگ با سازی بکنه اون نردبان استنتاج خودش رو و شاید بتونه نزدیکتر بشه یا لاقل ساده تر بتونه زندگی بکنه در کنار یک استنتاج دیگری گاه لازم میشه که فقط رول تسهیل کننده و شرکت کنندگان نباشه کافی نباشه و نظر متخصصین در موضوع مطرح بشه ممکن موضوع اقتصادی باشه اجتماعی باشه سیاسی باشه ام اینجا با وجود اینکه حضوری متخصص مهمه در یه دیالوگ دموکراتیک تنوع نظرهای متخصص یا متخصصین و نه تحمیل یک نظر خاص خیلی ممکن است به برداشت عادلانه بودن منصفانه بودن این دیالوگ در نهایت در آخر کار خیلی کمک میکنه و این هم مهم هست که شرکت کنندگان نظر این متخصص رو بفهمن توجه زیادی لازم دارن اگه هم قبول بکنن برای اینکه ایشون متخصص هست و میدونه با عنایت به اینی که یه نظر جهانی تقریبا در هیچ موضوعی قائم فقط با یه نظریه متخصص نیست و نظرهای آلترناتیو وجود داره و یه دلیل دیگری بر اهمیت اینی که زبان اون متخصص رو واقعا بفهمه شرکت کننده این هست که وقتی برونی میکنن دست آورت این دیالوگ رو بتونن برای آرای خودشون و مخاطبان خودشون خارج از دیالوگ هم تشریح بکنن خیلی اوقات ممکنه واقعا مظهر باشه برای یه دیالوگ که به یه نتیجه برسه که از دید تخصصی خیلی معقول و قابل قبول توی محیط دانشگاهی هست ولی نمیشه توضیحش داد برای مردم برای شهروندان از این جهت هم مهم هست که نتیجه دیالوگ فقط با یه زبان تخصصی بیان نشه تاکتیک های دیگر عوض کردن رول هاست فردی داوطلب میشه که رول یه فرد دیگری که عقاید دیگری دیگر داره رو بیان بکنه و بالعکس این اتفاق خیلی کمک میکنه در یه کارگاه های اجتماع شناختی اثر مهم ایجاد تحول درونی و نتاف بیشتر وقتی یک شخصی رول یه شخص دیگری با یه باور دیگری رو بازی میکنه خیلی مؤثر دیده شده و با موفقیت زیادی تحصیلگران دیالوگ از این تعویز رول ها استفاده میکنن در نهایت باید یه گزارش گروهی تهیه بشه از این مرحله و اینی که چند نفر به اون جایی رسیده باشن که بتونن نظر مشترکی رو حالا در این نظر مشترک راجع به اینی که چه گذشت در این مرحله از دیالوگ میتونه اختلاف نظرهای باقی مانده هم کلاسه بشه ولی در ضمن نشون میده که پیشرفتی شده افکار به هم نزدیکتر شده یه روایت جامع و کلی هم وجود داره با وجود اینکه بخشهایی از کل داستان هنوز مورد اختلاف نظر هست ولی مهارت در تهیه این گزارش به پایان یافتن موفقیت آمیزه این بخش از دیالوگ خیلی کمک میکنه برای اینکه این گزارش پایه مرحله بعدی میشه که در درس بعدی بهش خواهیم پرداخت و اون تعیین چهارچوب گزینه هاست دیگه اون جایی مرحله که از کار روی تفاهم و تحلیل مشترک گذار می کنیم و سعی می کنیم بپردازیم به گزینه های مشخصی که پیش روی شرکت کنندگان در دیالوگ هست